نگرانی اسرائیل از حضور نیروهای جمهوری اسلامی ایران در مرز اسرائیل و سوریه موضوع بحث کابینه اسرائیل در جلسه هفتگی امروز بود. گزارشی از مهیار آرمین. نخست وزیر اسرائیل امروز در جلسه این هفته کابینه دولت گفت عملیات نظامی مشترک آمریکا، بریتانیا و فرانسه علیه زرادخانه‌های شیمیایی سوریه نشان می‌دهد تحمل استفاده از سلاح‌های غیر متعارف در جنگ وجود ندارد. اسرائیل تومخت میخام لابا החלטה של הנשיא טראמפ לפעול נגד השימוש בנשק כימי בסוריה. بنیامین نتانیاهو در این جلسه بار دیگر به بشار اسد در مورد گسترش حضور نظامی ایران در سوریه در امتداد مرز با اسرائیل هشدار داد. اسرائیل مبارکت على استفوتان של ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי. دیروز در صحبت با ترزا می نخست وزیر بریتانیا در مورد پیام مهم این حمله گفتم. همه چیز نشان می دهد که استفاده از تسلیحات غیر متعارف تحمل نمی شود. گفتم این تحمل ناپذیری باید در مورد قابلیت های اتمی ایران، کشورهای حامی تروریست و سازمان های تروریستی هم صدق کند. تکرار کردم که عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است و پرزیدنت اسد باید بداند اگر به ایران اجازه دهد که حضور نظامی خود را در سوریه افزایش دهد، هم سوریه و هم خودش را به خطر میاندازد و هم خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند. یووال استاینیتز وزیر امور راهبردی اسرائیل از حزب لیکود هم در تایید هشدار آقای نتانیاهو در مورد ایران گفت اسرائیل حضور ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. ما هم مشکلات خودمان را داریم. نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران از سوریه برای خود در مرز شمالی ما یک پایگاه نظامی بسازد. این مسئله به مراتب فراتر از مسئله تسلیحات شیمیایی است. آقای نتانیاهو در این جلسه همچنین سیاست‌های پرزیدنت ترامپ برای استقرار صلح در خاورمیانه و مقابله با تهدیدهای جاری را تحسین کرد. مهیار آرمین، صدای آمریکا.